27 روز آبان ماه برابر با 18 نوامبر سال 1059 خورشیدی برابر با 1680 میلادی، در گذشت پرنس فرانسوا دوک دولاروش فوکو، نویسنده و فیلسوف برجسته فرانسوی که در خانواده اشرافی در پاریس به دنیا آمد و از دوران جوانی وارد ارتش و سیاست شد، اما پس از حضور در یکی از جنگ‌های داخلی از ارتش کناره گرفت. لاروش فوکو همچنین پس از چند حضور ناموفق در عرصه سیاست از این مقوله نیز دست کشید و در پاریس وارد محافل ادبی شد. وی سپس نخستین اثر خود را با نام خاطرات منتشر کرد که در آن به بررسی وقایع سالهای میانی سده 17 میلادی فرانسه پرداخت. کتاب دیگر لاروش فوکو با عنوان تفکرات چنان مورد استقبال قرار گرفت که در طی 10 سال آخر عمر نویسنده 4 بار تجدید چاپ شد. این کتاب بیش از 500 حکمت و مثل در خود دارد. بخشی از این حکمت نمایشگر روح بشری است و بخش دیگر آن نمایش انگیزه رقابت است که موتور محرکه آدمی است. سال 1194 خورشیدی برابر با 1815 میلادی، در گذشت فرانس آنتوان موسمر، روانشناس آلمانی و ابداع کننده ی هیپنوتیزم که در نزدیکی بال در اتریش به دنیا آمد. وی پس از طی دروس متوسطه در رشته پزشکی با درجه دکترا از دانشگاه وین فارغ التحصیل شد و به طبابت پرداخت. موسمر در جریان معالجه روشی را برگزید که می توانست با استفاده از خواص آهنربای معمولی و سپس با کمک مغناطیس ایوانی و با لمس کردن بیمار با دست بیمار را درمان کند. روش ابداعی موسمر سر و صدای زیادی برپا کرد تا جایی که او را از وین اخراج کردند. از این رو وی به پاریس رفت و کار خود را ادامه داد. روش درمانی موسمر که امروزه به هیپنوتیزم معروف است با تلقین بیمار همراه بود و گاه نتایجی در معالجه بیماران حاصل می گشت. قواعد علم موسمریزم در کلیات بر اصول مانیتیزم استوار است که شامل نیروی در بدن انسان و برخی از حیوانات است که اصل و ذات آن ناپیداست، اما به واسطه اثرها و خاصیت‌هایی که دارد پی به وجود آن بردند. به عبارات دیگر موجی است که از بدن انسان خارج می شود و از یکی به دیگری اثر می کند. در این راستا این موج در شرایط و حالات خاصی قادر به جذب و دفع می باشد. مرکز این نیرو بیشتر در چشم است و کسانی که دارای این نیرو می باشند می توانند دیگران را تحت تأثیر قرار دهند و آنها را مطیع اراده خود سازند و یا به خواب مغناطیسی فرو ببرند. سال 1391 خورشیدی برابر با 2012 میلادی، در گذشت شکرالله بابان، گوینده پیشکسوت و فعال فرهنگی و چهره ناماشنای رادیو و تلویزیون و از گویندگان پیشکسوت صدا و سیما که در سنندج متولد شد و فعالیت رادیویش را در تهران آغاز کرد. وی به عنوان گوینده، مفسر، شاعر، نویسنده، مترجم و مدیر کل مراکز صدا و سیمای آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان فعالیت کرده است. کتاب صلاح الدین ایوبی، جغرافیای کردستان و کرد و کردستان، فرهنگ لغات 1000 صفحه‌ای فارسی به کردی، از جمله تألیفات بابان به شمار می آید.